فرارسیدن سال نو رو به شما بینندگان عزیز تبریک میگم با بهترین آرزوها. در دید و بازدیدهای نوروزی و عید مهمانان بسیار عزیزی رو بر خوان نوروزی خودمون داریم. از جمله اینها یکی از پزشکان بسیار نامی هستند در کار خودشون در زمینه جراحی زیبایی و پلاستیک، بانوی جوان و بسیار زیبایی که زیبایی دوچندانی به شما هم میبخشن و یا زیبایی های شما رو بیشتر میکنن. خیلی مقدم میگم خدمت خانم دکتر کتی گوهر، خانم دکتر کتایون گوهر عزیز، امیدوارم که سال بسیار خوبی برای شما بوده باشه تا کنون. بله، سال بسیار عالی بوده. عید شما مبارک. اجازه بدین سلامی بکنم به بینندگان عزیز و نوروز باستانی رو به همه ایرانیان در سراسر جهان شاد باش بگم. خب خسته نباشید میگم. میدونم شما بسیار موفق، کوشا در کارتون و خوشحالیم که روز به روز موفقیت بیشتر شما رو میشنویم. غیر از آفیسی که در بیولی هیلز هست و در لس آنجلس، در حال حاضر آفیس دیگری هم در ایران گشایش پیدا کرده. تبریک میگم خیلی دکتر عزیز. یه مقدار توضیح بدید از فعالیت‌ها و کارهای خودتون. بله، به قول معروف به من میگن ورکاهولیک، برای اینکه روزی ماشاءالله آمریکا ما روزی 18 ساعت کار میکنیم و آفیس‌های جدید من در بلی هستش، در کوستا میسا هستش، در تهران هستش که افتتاح شد و در بیورلی هیلز. به به، خب خیلی هم خوب. یه مقدار از تمهیدات جدید زیبایی برای ما بگید. زیبایی انقدر به دلیل تکنولوژی که الان آمده در کار زیبایی کمک میکنه، روز به روز هی چیزای جدید میاد که من فهم کنم مثلا ما یه هفته اگر با شما صحبت نکنیم عقب میفتیم، چه برسه که شما سال به سال سری به ما میزنید. یه مقدار از کارهای جدید چه با جراحی و چه غیر جراحی برای ما بگید. یادم میاد اولین باری که با هم گفتگو کردیم پدرم اینجا بودن. بله، یادشون بله. گرامی دکتر کیوان گوهر درخشان که بله. لطف کرده بودن همیشه زندگی راهنمای زندگی من بودن و الان دیگه پدیده های زیادی هستش که خصوصا در مورد صورت که ما دیگه عمل نمی کنیم و همه تکنیک های مختلفی رو میتونیم بدون عمل انجام بدیم. یکی از پدیده های جدید آمریکا هستش یه داروی به اسم کایبلا که تمام قبقب زیر گونه رو به قول آمریکایی میگن ترکی نک از بین میبره و آب میکنه بدون عمل. چقدر بله. جالب جدی؟ بله. بعد آیا این چند جلسه باید انجام بشه یا به چه صورته؟ بعضی خب مشکل بیشتر دارن و بعد دو سه جلسه این تکنیک رو انجام بدن، ولی بعضی بعد از یه جلسه یا دو جلسه به طور کل زیر تمام این چربی های زیر چونه از بین میره. بله. خب بفرمایید دیگه چه کارهای جدیدی آمده الان که دوست دارید با بینندگان عزیز مطرح کنید؟ تکنیک های زیادی اومده، خصوصا در تهران یه تکنیکی هست به اسم PRP که برای جوانسازی پوست هستش و همینطور برای پلک چشم. و الان ایران چیزایی که خیلی هات شده نخ هستش که کشیدن پوست با تکنیک نخ، ولی تو آمریکا چیزایی که خیلی مورد توجه هستش موادای پرکننده هستش که مدت طولانی در پوست میمونه بدون اینکه موجب باشه که به دکترتون بریم برای تزریق یا برای استفاده کردن از سرنج. و این دواها الان 2 سال تا 5 سال در صورت میمونه با بودجه خیلی کم بدون هیچ جای خط بخیه و یا عمل جراحی. ممنون و متشکرم. بوتاکس که به جای خودش، ولی دیسپورت آیا شد جایگزینی به عنوان بوتاکس یا اینکه نه اینها دارن موازی با هم دیگه حرکت میکنن؟ من همینطوری که گفتین بوتاکس رو خیلی ترجیح میدم برای کسایی که جوان‌تر هستن و برای کسایی که سنشون بالاتر رفته و چین چروک های عمیق تری دارن خیلی دیسپورت رو پیشنهاد میکنم. بله. بسیار ممنون. و در زمینه جراحی های دیگر زیبایی هم باز خانم دکتر کتایون گوهر بهترین رو به شما ارائه گر هستن که از قبیل لایپوساکشن هست که یا به هر حال تامی تاک، همه اینها کارهایی است که ایشون انجام میدن. یه مقدار توضیح بدید دکتر در مورد کارها و فعالیتتون. بعد من یه سوالی هم از شما دارم در مورد یه موردی که خیلی الان تبلیغ میشه، میخوام برم موافقید یا مخالفید. الان برای بدن ما هنوز عملهای مختلفی انجام میدیم به جمله از لیپوسکالپتینگ، یعنی دیفاین کردن عضلات بدن، یعنی میتونیم خیلی قشنگ تمام عضلات شکم را نشون بدیم، قوس کمر رو دوباره ایجاد کنیم و خیلی تکنیک های جدید هست که بدون جراحی به اسم کول سکالپتینگ یا لیپوسونیک که کول سکالپتینگ چربی رو
یخ میزنه، فریز میکنه و لایپوسانیک. من به مریضام توضیح میدم که تقریبا رفته این توی مایکروویو، این چربیا رو آب میکنه و بدن و اندامش رو قشنگ میکنه. این دو تکنیک رو انجام میدیم. و ولشیپ هم خیلی پاپولار هست برای سلولایت، برای چربیای بدن. و مریضا خصوصا الان قبل از تابستون هفته یک بار مطب ما میان و این ولشیپ رو انجام میدن که انگار رفتن یک هفته ورزش کار کردن، بدنشون قشنگ میشه و میان بیرون بعد از یک ساعت. چقدر هم جالب. فقط میخواستم در مورد همین کولیسکاپی از شما بپرسم که چه جالب خودتون مطرح کردید. پس موافق 100%ش هستید برای کسایی که عمل جراحی دوست ندارن یا داون تایم نمیخوان داشته باشن یا نمیخوان یه مدتی از کار دور باشن؟ این پروسیجر کولسکاپتینگ خیلی پروسیجر خوبی هستش که تقریبا یک ساعت طول میکشه و بدون عمل هست و بدون هیچ بخیه و مریض قشنگ میاد تو مطب ما، آیپدش رو میاره، تلفنش رو میاره، کارش رو انجام میده. الان وکیلای خیلی معروف از نیویورک پرواز میکنن فقط برای پروسیجری که ما تو مطبمون انجام میدیم و کارشون رو انجام میدن، همونطور که با کلاینتاشون صحبت میکنن، دیلای بزرگ میکنن و اندامشون رو قشنگ میکنن و در عرض چند ساعت میرن از مطب بیرون. و خیلی هم عالی. البته خب کارهای جراحی هم یکی از تخصصهای شماست اون به جای خودش، ولی زیبایی چورایی داره میره به طرف موارد غیر جراحی. همینطور در مورد صورت چه کارهایی بدون جراحی میشه انجام داد؟ مدتی فیس لیف بدون عمل جراحی خیلی مطرحه، دوست دارم توضیح بدید. حتما. دو تا کار جدیدی که ما الان توی مطبمون، البته ما سالها میکردیم ولی برای مردم جدید هستش، یکی از بین بردن قوس دماغ با تزریق هستش که بدون عمل جراحی مریض میاد مطب و قوس دماغشو بدون هیچ خطی، بدون هیچ نشونی با یه تزریق در عرض 5 دقیقه از بین میبریم و دیگه مریض لازم نیست که هزینه زیادی بده برای عمل جراحی و از کارش عقب بیفته. خیلی راحت در عرض 5 دقیقه دماغ میشه بی‌نظیر قشنگ. بسیار ممنون. دکتر چند سالی هست از ایران دورید؟ خیلی وقته. نه دوران تحصیل و همه چی که دیگه در اینجا بود. با اجازه شما من توی کریسمس و ژانویه ایران بودم و خیلی دوران قشنگی بود. خیلی خوب بود که با هم میهنانم بودم. و منظور اینه که چند سال در آمریکا هستی؟ در آمریکا بله، حدود تمام عمرم تقریبا من آمریکا بودم. بله. از کوچکی اینجا بودم ولی امسال که رفتم خیلی خوشحال بودم که به همکارانم و با همدیگه بیشتر کار کنیم، با همدیگه در مورد آینده پزشکی صحبت کنیم و در مورد موادایی که اینجا هستش، تکنیکایی که اینجا هستش، من چطوری میتونم به ایران کمک کنم و چطوری میتونم به پزشکای ایران راهنمایی کنم. ممنونه، متشکر از شما و سال نو رو به شما تبریک میگیم. موفق که هستید، آرزوی موفقیت هرچه بیشتر داریم و اینکه دوستان عزیزی که بهترین نتیجه رو میخوان مراجعه بکنن به شما، چه در زمینه موارد جراحی زیبایی و چه موارد غیر جراحی، که شما دیگه بیشترین و بهترین و سهل و آسانترینش رو با بهترین نتیجه بهشون ارائه میکنید. بله، با اجازه شما منم آرزوی سعادت و خوشبختی رو برای همه هموطنانم در سراسر جهان از خداوند یکتا آرزو مندم. ایشالله که سالی پرسار از خوشبختی برای همه باشه. امیدوارم همچنین برای شما و خانواده عزیزتون، مادر گرامی، و به امید اینکه به زودی شما رو دوباره ببینیم. مرسی. شما هم همینطور، ایشالله سال خوبی برای شما باشه و چه سفره قشنگی شما چنین. مرسی، ممنون از شما. سال نو مبارک. عید شما مبارک.